سرخط خبرها، پیام عاجل رهبران طالبان به امریکا، حکمتیار با سفیر و نماینده ویژه ایران دیدار کرد، طالبان در هلمند یک فعال مدنی و پسرش را بازداشت کردند، ظاهر اکبر طالبان بالای خانه‌ام در کابل یورش بردند، یک طالب در تخار به دلیل استفاده از دوای نشه آور جان باخت و دو جنگجوی دیگر مسموم شدند و حمله داعش در پل سوخته کابل، شهروندان در بی‌پناهی مطلق به سر می‌بریم. با یاد خدا به مجموع مهم این کانال خوش آمدید. حکمتیار با سفیر و نماینده ویژه ایران دیدار کرد و دنبال گزارش‌ها از حصر خانگی حکمتیار، رهبر حزب اسلامی توسط طالبان، رسانه‌های نزدیک به این حزب گزارش دادند که آقای حکمتیار با سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل دیدار کرده است. روزنامه شهادت متعلق به حزب اسلامی امروز سه‌شنبه 4 سور گزارش داده که گلبدین حکمتیار در خانه‌اش با نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور و معاون سفارت ایران دیدار کرده است. در این گزارش آمده است در این دیدار دو طرف در رابطه با وضعیت کشور و منطقه بحث و گفتگو صورت گرفت. طالبان در هلمند یک فعال مدنی و پسرش را بازداشت کردند. منابع محلی در هلمند میگویند که طالبان یک فعال مدنی به نام عبدالغفار و پسرش رفیع الله را از این ولایت بازداشت کردند. منابع روز دوشنبه 3 سور گفتند که عبدالغفار در گذشته فعالیت های سیاسی علیه طالبان داشت و این گروه وی را درست پیش بازداشت کردند. عبدالغفار از حوزه 8 شهر لشکرگاه مرکز هلمند بازداشت و به جای نامعلوم منتقل شده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. واکنش طالبان به گزارش سالانه امریکا، فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل نکنید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در کشور گفته است که مردم افغانستان مسلمان هستند و حقوقشان بر اساس شریعت تامین می شود. مجاهد این اظهارات را در یک نوار صوتی که روز سه‌شنبه 4 سور از طریق رادیو و تلویزیون ملی زیر اداره طالبان منتشر شد مطرح کرده است. سخنگوی طالبان افزوده است آنچه در امریکا و سایر کشورهای غربی فرهنگ و حقوق بشر تعریف شده است با افغانستان فرق می کند و غربی ها نباید فرهنگ خود را بالای دیگر کشورها تحمیل کنند. این در حال است که وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود گفته است که طالبان در سال گذشته میلادی به نقض حقوق بشر از جمله مجازات بدنی افراد متهم به رفتارهای غیر اخلاقی در افغانستان ادامه دادند. بر بنیاد این گزارش طالبان فرمانهایی را صادر کردند که با قوانین افغانستان و تعهدات این کشور در قبال جهان مغایرت دارد. ظاهر اکبر، طالبان بالای خانه‌ام در کابل یورش بردند. جنرال ظاهر اکبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، میگوید که طالبان به خانه‌اش در شهر کابل حمله کرده و با کرایه‌نشینش رفتار خشونت‌آمیز داشتند. اکبر روز دوشنبه 3 سور با نشر پیام در صفحه کاربری اکسش نگاشته است که طالبان به عفو عمومیشان پابند نیستند. او افزوده است طالبان هر کدام ملاحبه طلا هستند، با تفنگ ها و قیافه های زشت به منزل بنده حمله کرده، با خشونت و وحشت بسیار با مستاجر برخورد کردند، خانه را تخلیه کرده و در اختیار تفنگداران نمارات قرار دادند. و گفته وی، طالبان برخلاف ادعایشان عمل کرده و به حرف هایشان ثابت قدم نیستند. اکبر تصریح کرده است طالبان با آنچه که انجام می دهند شناخته می شوند، نه آنچه که می گویند، زیرا طالبان از زمان قدرتگیریشان ادعای برقراری امنیت و عفو عمومی داشتند، اما به کراهت با عملکردشان نشان دادند که به حرف و ادعایشان ثابت قدم نیستند و عملکرد امروزشان نیز مصادق نقض ادعای همیشگیشان می باشد. سفیر افغانستان در تاجیکستان اضافه کرده که خانهش به یکی از باشندگان شهر کابل گرو گذاشته بود. یک طالب در تخار به دلیل استفاده از دوای نشه‌آور جان باخت و دو جنگجوی دیگر مسموم شدند.
منابع محلی در تخار میگویند که یک جنگجوی طالبان در این ولایت به دلیل استفاده از دوای نشاور جان باخته است و دو عضو دیگر این گروه مسموم شدند. منابع دوشنبه 3 ثور گفتند که جنگجویان طالبان شب گذشته در یک مجلس خودمانی در روستای چرمگیری از مربوطات شهر طالقان مرکز ولایت تخار دچار مسمومیت شدند. به گفته منابع این جنگجوی طالبان در فرماندهی امنی این گروه در تخار در بخش مراقبت‌های سیار جنایی وظیفه داشتند. منابع ادعا دارند که فرد جان باخته در اثر استفاده از تابلیتکا جان باخته است. از سوی دیگر مقام‌های محلی طالبان در تخار میگویند که این افراد از جنگجویان این گروه نبوده و از باشندگان این ولایت هستند. مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در تخار میگوید که فرد جان باخته و دو فرد مسموم شده از باشندگان جرمگیری بودند و پس از خوردن غذای شب در مجلس خودمانیشان مسموم شدند. حمله داعش در پل سوخته کابل، شهروندان در بی‌پناهی مطلق به سر می بریم. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. پس از وقوع انفجار نسبتاً قوی در پل سوخته از مربوطات حوزه 6 امنیتی شهر کابل، طالبان تایید کردند که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر نو مرسدس راننده آن جان باخته و 3 غیر نظامی زخمی شده است. داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته که در حمله بر موتر حاملان شیعهان در تن به شمول اعضای طالبان کشته و زخمی شدند. در همین حال شمار از هزاره ها و شیعه ها با ابراز نگرانی از تداوم حمله های داعش طالبان را در تامین امنیت مردم ناکام توصیف می کنند. آنان می گویند که مردم در حاکمیت این گروه هیچ پناهی ندارند و از ترس طالبان حتی صدای رنج و درد خود را بلند نمی توانند. قمبرعلی، یکی از باشندگان دشت برچی در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید مردم بسیار بی سرپناه شدند. هیچ مرجعی نیست که صدای ما را بشنود. هزاره کشی ادامه دارد. یک روز داعش می کشد، یک روز طالب می کشد و روز دیگر شاید گروه دیگر بکشد. فقط که ما مردم برای کشتن گروه های تروریستی خلق شده باشیم. جاوید که به قول خودش بارها شاهد عملات انتحاری طالبان در غرب کابل بوده است می گوید جلو این حملات را کی باید بگیرد؟ قدرت فعلا به دست کسان است که تا دیروز خود هزاره کشی می کردن. طالبان براستی اگر توانایی امنیت را دارند و غرفش می کنند که داعش را شکست دادن بگیرن عملا نشان دهند. با این حال حسین یکی از کاربران شبکه اجتماعی داعش را آدرس مجهول و تحریفی برای نسل کشی هزاره ها دانسته است. با نگاشته است داعش یک آدرس مجهول تعریفی و پوششی برای نسل کشی سریالی هزاره هاست. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.